درد بیکران پاینده ایران میسم مطیعی از مدداهان حکومتی و بسیار بسیار توهم مسائل شیعه و اینا بسیار بسیار حتی استعداد داره میدونم که تو دانشگاه فکر میکنم استاد دانشگاه ولی تو یک توهم شیعه هست و تو همون توهم داره دست پا میزنه اما افشاگری جالبی داره میکنه میگه کار هیئت های ما هم تمومه یعنی هیئت های اینا هم تحت تاثیر موسیقی غربی تحت تاثیر بخاطر چون ببین شما هی بشینی مدایی چرت و پرت بکنی حسد الان این هم که یه خود جذاب شده به خاطر اینکه توش مثلا بیس انداختن این بیس دیگه بیس انداختن حسین حسین میکنه بیسشو میده و تلاش میکنن بر اساس ترانه های پاپ بیان و اونو تبدیل به مداهی بکنن که جذاب باشه برای جوون ها و من تو با این قضیه مشکلی ندارم شما اگر اینا مثلا من یک جام گفتم آقا از این مدایام بعد استفاده کرد در راستای منافع کشور می شود از این مدایام استفاده کرد در راستای منافع کشور منتها مشکل اینه که اینا مدایا رو در مورد اشخاص بی پدر مادر اهل بیت دارن می اهل بیت اهل اشرار یا اهل بیت فاسد شما این مدایا و در باب کوروش بزرگ باشه در باب داریوش شاه باشه در باب سربازان رشید ایران به مانند آریو برزن باشه در باب بابک خرمدین باشه نه برای موجود بی پدر و مادر و شرخری چون حسین <تور contexts> آتیش میگیرن اینا اینجوری من صحبت میکنم خوشم میاد کرممو میریزم دیگه حواستون <تور> هست دیگه کرمای من یعنی بهانه رو جور میکنم که قشنگ اینجا یه دونه قشنگ بهشون بگم آقا امام حسین شرخر بوده آدم شرخرم سرنوشتش مشخصه حتی اصولا گوشش می می رو میزنن کف دستش اینو دیگه سرش رو بریدن گذاشتن رو سرش بگذریم ببینیم ایسم مطیعی این مدا که خیلی نزدیک به آقای خامنه ای هم هست چه حرفایی رو میزنه و احساس خطر میکنه برای آینده ای اسلام شیهه در این سرزمین اهورامزدا گوش کنیم بگو آه صدر صدا رو قطع کردم تو نمیتونی بگی حالا بگو الان فکر نمی کنم از من شنیده باشین اینو چون روز به حرفاییه که آدم تا مجبور نشه نباید بگه اینا رو پشت منبر آینده بسیار بسیار خطرناکی برای هیات‌های های مذهبی متصوره مسجد ها هم که متاسفانه اون نگاه تمدنی رو ندارن این شده فقط در هیات. خیلی از مردم اهل مطالعه نیستن خب ببینم برای شما که اهل مطالعه هستید ببینید آخه شما مطالعاتی هم که کردید یه مش چرت و پرت دیگه مثلا این اصلا کسی مفاتیح الجناب بخونه یا صحیفه سجادیه بخونه یا خود قران رو بخونه نامش مطالعه است نامش چیه وقت تلف کردنه والا اگر ببخشید پوزش میخوام از بانوان و آقا پسر اگه تو دوران مجردی تونه والا اگه بشینی خود ارزایی کنی والا یه حرکتی کردی از نظر بیولوژیک بدن یه حرکتی کردی باز ولی اینکه بشینی مثلا قرآن بخونی خیلی وقت تو تلف کردی یعنی آدم خود ارزایی کنه باز جلوتر از اینه که بخواد بشینه قرآن و صحیفه سجادی و پای منبر شما ها بشینه اهل پژوهش در دین تفقه در دین نیستن متاسفانه. احس. یادم میاد رفته بودم یه جای تبلیغ یه کشوری پژوهش در دین <تصفيق> <تصفيق> طرف اصلا تو ذهنش باید قبول کنه یه مملی بوده بعد این گفته من از طرف خدا اومدم هیچ مدرکی هم نداشته که از طرف خدا بده بعد مثلا مردم بودن چجوری ما قبول کنیم گفتن من با جبریل کردم جبریل که دیده فقط خود مملی دیده هیچ کی ندیده بعد این میگه پژوهش در دین ای خدا بیاد ما در همین دنیا همین الانش کلی ممل داریم که میگن ما الان داریم با افرادی در دنیای ناشناخته ارتباط برقرار میکنیم ولی اگه ممل الان بود بعد میرفت امین آباد بستری میشد بعد تو تچپتا داری میری اون اسکل بوده حالا یه چرت پرتایی میگفته بعد تونسته حالا از دل این چرت پرتا بالاخره تو اون زمانم خب میتلبیده در زمان ممل پیامبر بازی میطلبیده دیگه در همون مقطعی که ممل ادعای پیامبری میکنه سه نفر دیگه تو همون شبه جزیره عربستان ادعای ممل میکنه ادعای پیامبری میکنن که دوتاشون تو شمال شبه جزیره هستن و خیلی جالبه یکیشون خانومه بعد با یکی دیگهشون که مرد تو همون شماله با هم ازدواج هم میکنن ازدواج پیامبرانه که استاد پروفسور انصاری در کتابش قشنگ توضیح داده بعد تو یه همچین پکیج خنده یا مثلا چرت و پرتایی که تو قرآن این خدای خیلی مثلا اصلا چجوری پژوهش کردی که خود سوال نکردی که آقا این خدا چجوریه که اینقدر عقده‌ای همش براش مهمه که ما اینو مثلا بپرستیمش این یک بعد این خدا چقدر چیز بیکار و خال زنکه که این همه دنبول شنبول طلای مملش اومده آیه نازل کرده ما حداقل بالای 18 آیه شنبولی داریم <تصفح> یا اصلا سوره نازل کرده سوره شنبول طلای تحریم سوره 66 ام قران تو چه جوری مثلا آیه میثم مطیع پژوهش کردین اون جون به ما چه جوریه چه جوری شما پژوهش کردید بهش ایمان آوردید ما هرچی فکر میکنیم پژوهش میکنیم میبینیم چرت و پرته یعنی خیلی حرفا بر آیه میثم موتی یه سوال دارم تو اگر مثلا هندو به دنیا آمده بودی زرتشتی به دنیا آمده بودی مسیحی به دنیا آمده بودی پژوهش میکردی دقیقاً میرسیدی به اسلام نه نه اسلامی چی اسلام فرقه های مختلفی داره دقیقا میرسیدی به شیحه اسنا حشری جعفری یا گیشنیز یا چه میدونم تره یا تروب اینا دو به ما بگید تو رو خدا ما بدونیم به <applause> اون آقایی که اونجا به عنوان نماینده جمهوری اسلامی بود گفتم ایدتون چیه گفت تمام هدفم اینه که در دانشگاه های این کشور مقالات آیس آی نوشته بشه و در تمام دانشگاه ها منتشر بشه گفتم خب اگه این کار بشه مثلا شما تبلیغ دین کردین تا حالا این همه مقاله نوشته شده مقاله آی و مقاله علم پژوهشی نوشته شده دیدی رفته به یه آدم آکادمی میگه آرزو چیه میگه که یه مقاله اکادمیکی یه دانشگاه نشون که خب اگه شما مقاله اکادمیک علمی بدی تو شما تبلیغ دین کردی کمک به دین کردی اسکله یعنی ارتجار رو نگاه کن تو حرفای میثم موتی اینجا منتشر بشه گفتم خب اگه این کار بشه و در تمام دانشگاه ها منتشر بشه گفتم خب اگه این کار بشه مثلا شما تبلیغ دین کردین حالا این همه مقاله نوشته شده مقاله آی اس رفته به استاد دانشگاه گفته یا آقا اگه مثلا مقاله علمی نوشته بشه کمکی به ما نمیکنه که به دین کمکی نمیکنه گورو بابای دینت خو همینی کشور اسلامی عقب افتادن دنبال علم نمیری دنبال موهومات میری خیلی علنی هم داری میگه مقاله علم نوشته شده خب مردم دیندار نشدن که به حال ها مونده که آینده بس... خیلی مهمه میگه این همه مقاله علمی نوشته شده مردم که دیندار نشن یعنی دغدغه اینا سعادت ماها نیست دغدغه اینا من نمیدونم مگه خودشون مثلا اینا نمیگن که آقا اسلام اومده که مردم به سعادت برسونه عملا ولی ما داریم میبینیم در طول تاریخ این جماعت میگن نه مردم اومدن اسلام رو به سعادت برسونه اگر اسلام اومده ما رو به سعادت برسونه تو چرا دیگه اینقدر چرت و پرت میگی میگه نه ما مردم اومدیم اسلام را چون خمینی هم میگفت دیگه میگه اسلام در خطر است یعنی چی مگه اسلام یک منطقه جغرافیایی است یا فیزیک است چیست مگه اسلام حتی اگر به عنوان یک ایدئولوژی مگه ایدولوژی نیومده که برای سعادت بشری باشه انسان اینا حرفش اینه ماها به دنیا اومدیم در راستای یک تفکر مایاهایی یا یک تفکر واکینگی که برای خدایگان قربانی میکردن بابت این توهمات قربانی شویم حالا یعنی احساس نگرانی میکنه در باب هیئتاش گوش کنیم بسیار خطرناکی داره من اگه یه روزی مرده بودم شما زنده بودین یا تو باشی من این هشتار رو دادم به شما الان شما در مدهان ده هفتاد و ده هشتاد نگاه کنید چند نفر مثلا مناجات خون، روز خون پیدا میشه. خیلی خیلی نکته مهمیه ببین این مردم عادی ثابت نمیکنه. نوگه تو نسل جدید مداهان ما چند نفر مناجات خون ما داریم؟ هیچی. داری خودش داره میگه حرفش اینه. یعنی درمون مردم ثابت نمیکنه، درمون مداهان داره ثابت میکنه که آقا مناجات دیگه در بین هم جایی نداره. این یعنی آقا دیگه اسلام شیعه اسنا حشری جعفری و تروبو یا چه بنام گیشنیز و تره ی ما دیگه کتف چپ ملته شیویده شیویده <applause> یعنی رسما داره احتراف میکنه هیچ کس دیگه این اسلامه براش مهم نیست آقا این پایان اسلام دیگه شکست اسلام دیگه در اعتراف مداه نزدیک به خامنه ایست. و مدده استودیویی هم که هیئت رو داره به پایان خودش نزدیک یعنی هیئت رو داره تحویل خانندگی میده حالا صد سال بعد اگه موقع رفت مثلا یه جایی در شب مبعث مثلا کنسرت بود همه متدینی نشسته بودن مثلا یه کنسرتی برقرار شد تعجب نکنید و حالا که وضعیت اینجوریه من اینو با یک نگاه در واقع دقیقی به شما گفتم چون عمرم رو گذاشتم تو این راه اگر قبول کنن این آینده آینده چقدر تو که عمرت گذاشتی در راه اسلام یعنی عمرت پشم پشمه بعد میگه اگه قبول کنه کی قبول کنه وجود خارجی نداره که قبول کنه <applause> خطرناکه قدر رو بده ماشم. من تا حالا هیچ وقت سعی نکردم شما رو جذب این حیات کنم حالا همجب... در آینده ما میگیم قدر دیسکوات رو بدونی ما تلاش نکردیم که شما رو جذب این دیسکو بکنیم آقا دیسکو تو... چیز میکنه تولید شادی میکنه مردم میان ورزش غیر میدن میرقصن حالا یه دختر پسری از هم خوششون میاد یه رابطه آمیزشی برقرار میشه اینا همه اتفاقات خوبه مثلا الان هیئت چی آخه بابا همتون پیرناتون در میارید سینه میزنید بوی عرق حالا با بوی جورابتون هم قاطی میشه حالا بعد گفتم بعد یکی هم مثلا میخواد الان به این بوی عرق و بوی جوراب یه حرکتی بزنه اون چیز دستگاه رو میاره تق میزنه که این بوی گلاب گلاب پخش میکنه دیگه یه دستگاهی دارن میزنه که این گلابه پخش بشه بعد میرز بوی گلاب و عرق و جوراب ولی تو دیسکا همه ببخشید دختر پسر و اتکلونای برندار زنن عرق هم دیگه حواسشون هست دیگه چون تحویه خوب داره توی دیسکا و بعد همه اتکلون خوب زدن آدم حال میکنه خاک بر سرتون کنم در یک هیئتی پابند باشید مقید باشید دوران آینده دوران خطرناکی البته این هم حتما اینا تحلیل های ما هاست. اینا تحلیل های ما صحنه رو نگاه میکنیم اینجوری میبینیم ولی مکتب برای کسی دیگه است پرچم دست کسی دیگه است او خودش میدونه چجور اداره کنه فسوف یعتل اینم توهم آخرشون الان یه ساعت گو که ما بدبختیم یه هیئتمون هم داره تموم میشه کسی اصلا مناجات بین بچه مده ها بلد همه اینا رو گفتین این به خاک میریم دست نسل هیئت داره تموم میشه ولی آخرش همینه اما مکتب پرچمش دست کسی دیگه اون خودش میدونه چه جوری هدا اینا توهم آخرشونه که بعد بگن دیگه بالاخره همیشه تهش بعد بگن که صاحبش نگر میداره آره اوکی صاحبش 1400 سال شما شیعیان رو منتر کرده 1400 سال شما شیعیان یه حکومت درست درمون نداشتید همتون تو سری خورید فرای شما شایدان کلا حکومت های اسلامیتون تو سری خورن یه مقطع ها یه کارایی کردن یه داستان های پیش اومد ولی همیشه تو سری خور بودید اینه یادتون باشه فراموش نکنید الان 53 کشور اسلامی داریم که همشون میبینید وضعیت اقتصادی وضعیت فرهنگی وضعیت صنعتی همشون در بهترین حالت یکی دوتاشون تو که جهان دوم تازه سیر میکنن بقیه جهان سوم گیر کردن این دستاورد اسلام میتونه ولی خب جالب بود برای من آقای میسم متی در این صد اعتراف کرد که اسلام رو به پایانه به ویژه در بخش مدداهی و هیئت پاینده ایران همتون به حرم از ایران می بدرود